امروز با محاسبه حد در خدمت شما هستیم. محاسبه حد اگر مبهم باشه با کمک سه راه، یعنی قاعده هوپیتال، قاعده همارزی و حذف عامل صفر شونده انجام میشه. توی قسمت اول با قاعده هوپیتال در خدمت شما خواهیم بود. بریم سراغ سوال اول. گفته لیمیت x در سینوس x به پیشیشم x به سمت صفر بیشتر کدام است؟ ببینید بچه‌ها، اولین چیزی که شما باید بدونید اینه. اینجوری نیست که حتما هر حدی مبهم باشه. همه فکر میکنن همیشه حد مبهمی شروع کردن رفع ابهام کردن. اما نگاه کنید، همچین سوال ساده‌ای هم ممکنه با احتمال خیلی 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 کم مطرح بشه. دقت کنید، الان اینو خواسته. ما همیشه قدم اول تو محاسبه حد رو جایگذاری میگیریم. یعنی من اگر الان صفر رو جایگذاری کنم میشه صفر ضرب در سینوس پیشیشم. سینوس پیشیشم چقدره؟ 1/2. صفر ضرب در 1/2 جواب به دست بیاد برابر با صفر. پس بنابراین جواب گزینه 2 میشه. خب این حد اصلا مبهم نبود که من بخوام رفع ابهامش بکنم. اما هرگاه در محاسبه حدی به عبارت مبهم صفر صفرم رسیدیم، می توانیم مطابق قاعده هوپیتال زیر آن را از حالت ابهام خارج کنیم. بچه ها، ما توی کنکور اگه صفر صفرم داشته باشیم دیگه ما اون راههایی که سال گذشته سال سوم خوندیم خیلی کاری نداریم. اولی راهی که داریم بهتون یاد میدیم اینه. نگاه کنید، اومدیم و محاسبه یک حدی به صفر صفرم رسید. اگر صفر صفرم بشه ما میتونیم از قاعده هوپیتال استفاده کنیم، یعنی از صورت مشتق بگیریم، از مخرج هم مشتق بگیریم، به هم تقسیم کنیم. ببینید، من نمیگم مشتق کسری، این اشتباهو نکنی. از صورت مشتق میگیرم، از مخرج هم مشتق میگیرم و این دوتا عبارت رو به هم تقسیم میکنم. قاعده هوپیتال محکمترین روش برای رفع ابهام کردن. شما هر چند بار که دلت بخواد میتونی از رفع ابهام صفر صفرم هوپیتالش استفاده بکنی. یعنی فرض کن شما یه بار هوپیتال استفاده میکنی دوباره میشه صفر صفرم، باز استفاده میکنی دوباره میشه صفر صفرم، دوباره استفاده میکنی صفر صفرم، بی این شمار بار میتونی استفاده کنی. یعنی اینجوری نیست کسی جلوی تو رو گرفته باشه. پس کافیه از صورت مشتق، از مخرج مشتق و به هم تقسیم بکنی. الان ببینی، اولی مثال گفته حد عبارت کوسینوس x رو 1 به سینوس x وقتی x به سمت پی دومه بیشتر کدام است؟ اولین کاری که ما باید انجام بدیم پی دومه رو جایگذاری بکنیم. نگاه کنید، این حدیه که اما میخواد میشه صفر صفر رو. چرا؟ چون من اگه پی دومه بزنم کوسینوس پی دومه میشه صفر، سینوس پی دومه هم 1/1 میشه صفر. تنارایی که من بهت یاد دادم چی بوده؟ هوپیتال. هوپیتال چی بود؟ مشتق صورت به مشتق مخرج. پس من اگر از هوپیتال استفاده بکنم میبینم صورت مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس، مخرج مشتق سینوس که میشه کوسینوس. حواست باشه این منفی سر جاش میمونه و ضمناً این 1 که یه عددیه داره باش جمع و کم میشه. خانم آقا مشتق عدد چند میشد؟ صفر. پس بنابراین میشه منفی سینوس رو منفی کوسینوس. کافیه که ما پی دوم رو جایگذاری کنیم. توجه کنی پی دوم بیشتر تو ناحیه دومه. حالا اصلا چه اهمیتی داره؟ کوسینوس اونجا منفیه. خب باشه، نگاه کن بالا هست منهای 1، چون سینوس پی دوم 1 توی منفی ضرب میشه منفی، پایین میشه صفر مثبت. از کجا آوردم این صفر مثبتو؟ دقت کن، توی پی دوم کوسینوس صفره، ولی چون تو ناحیه دومه کوسینوسش منفی میشه، یه منفی هم پشتش داریم، میشه منفی در منفی مثبت. چی شد؟ یه بار دیگه کوسینوس تو پی دوم صفره. الان ما تو ناحیه دوم منفی داریم کوسینوسو، پی دومه بیشتر حتما تو ناحیه دومه. پس بنابراین کوسینوس منفی میشه. وقتی کوسینوس منفیه، یه منفی هم پشتش دارم، منفی در منفی میشه چی؟ مثبت. خب منفی یک رو صفر مثبت، حتما همتون میدونید عدد رو صفر میشه بی نهایت. منفی در مثبت هم که میشه چی؟ منفی. پس جواب میشه منفی بی نهایت. این که ساده ترین سوالی بود که توی کنکور اومده برای حد صفر صفر. اما سوال بعد گفته حاصل لیمیت x به سمت پی 4 تانژانت x به نهای تقسیم بر 4x به نهای پی برابر است با. من میام اول از همه این رو جایگذاری میکنم. تانژانت پی 4 که 1، 1 به نهای 1 میشه چند؟ 0.
پی چهارم اینجا آمزه میشه پی ام ان ای پی صفر. پس این صفر صفرمه. حالا که صفر صفرمه، من تنها رفع ابهامی که بلدم هوپیتال گرفتنه. هوپیتال چی بود؟ مشتق صورت به مشتق مخرج بود. الان من اگر مشتق صورت رو بخوام بگیرم، مشتق تانجانت میشه یک به اضافه تانجانت دو، اون یک که هیچی، 4x من ای پی، پی عدده بذارش کنار، مشتق 4x برابر میشه با چند؟ 4. حالا ما اگه پی 4 رو بذاریم تانجانت پی 4 هم 1ه، 1 به تمام 2 1، با 1 جمع بشه میشه 2، پایینم 4، پس جواب میشه 2/4 یا همون 1/2. بعید میدونم دانش آموزی توی هوپیتال مشکلی داشته باشه. اگه مشکلی دارین روی مشتق گیریه که من به شما توصیه میکنم، اول فیلم قسمت فرمول های مشتق رو ببینید، بعد بیاید سراغ این. چرا؟ چون اون مشتق گیری به دردتون میخوره. اما سوال بعد گفته حاصل لیمیت x به سمت منفی 2x به ضرب رادیکال 7x تقسیم بر x به اضافه x کدام است؟ اولین کاری که انجام میدیم باز جایگذاری، باز صفر صفر رو. حالا میخوام هوپیتال بگیرم. توجه کنین، هوپیتال یعنی مشتق صورت تقسیم بر مشتق مخرج. مشتق مخرج که همه بلدن دیگه، x2 میشه 2x، این x هم میشه 1، این 2x هم که میشه 2. اما مشتق رادیکاله رو نگاه کن چی میشه. مشتق رادیکاله، کلا اینو بدون، رادیکال با فرجه 2 مشتقش میشه 1 روی 2 برابرش. رادیکال با فرجه 2 مشتقش میشه 1 روی 2 برابرش. بعد اون مشتق عبارت زیر رادیکال هم توش ضرب میکنه. الان زیر رادیکال دارم 3 منهای x، مشتق چنده؟ منفی 1. پس توی منفی ضربش کردم، این جمعی که این وسط بوده تبدیل شده اینجا به منها. چی شد؟ یه بار دیگه، رادیکال با فرجه 2 مشتقش میشه 1 رو 2 برابرش. نوشتم مشتق زیر رادیکال رو بگیر، منفی 1 توش ضرب کنی وسط میشه منفی. حالا کافیه که ما منفی 1 رو جایگذاری کنیم. اگه منفی 1 رو جایگذاری بکنم، پایین که میشه منهای 1، چرا؟ میشه منفی 2 به اضافه 1. بالا منفی در منفی میشه مثبت، میشه 1. با این 3 جمع میشه 4، رادیکال 4 2، 2 دو تا 4 تا میشه 2 منهای 1 4. 2 منهای 1 4 میشه 7 4 رو منفی 1. جواب نهایی چند در میاد؟ منفی 7 4. سوال بعد رو ببینی، جوابم گزینه 1. گفته حاصل لیمیت x به سمت 3 پی 4 رو تانجانت x به تمام 2 منهای 1 تقسیم بر کوسینوس 2x کدام است؟ دوباره من اینو نگاه میکنم میبینم 0 0 رومه. علتش تانجانت 3 پی 4 رو هست منهای 1، وقتی به تمام 2 برسه میشه 1، 1 منهای 1 0. 3 پی 4 رو بزن اینجا میشه کوسینوس 3 پی 2 0، پس 0 0 رومه. باید هوپیتال بگیریم ازش. برای هوپیتال گرفتن ما باید شروع بکنیم به مشتق صورت و مشتق مخرج. نگاه بکنید الان مشتق مخرج رو ببین، ما داشتیم کوسینوس 2x، مشتق کوسینوس که میشه منفی سینوس، یه 2x هم جلوش داریم، مشتق 2x چند میشه؟ 2 باریک چند. صورت ما داریم تانجانت به توان 2. ببین مشتق x2 رو تو چی میگی؟ 2x. پس بنابراین مشتق تانجانت به توان 2 اول اون 2 رو بیار پشتش، یه دونه از توانش کم کن، پس من یه 2 در تانجانت دارم. حالا مشتق خود تانجانت هم بگیر میشه 1 به اضافه تانجانت 2. پس چی شد؟ تانجانت به توان 2 یه چیزی به توان 2، اول توان رو بیار پشتش، یک دونه از توان چیکار کن؟ کم کن. پس میشه 2 تا تانجانت. مشتق خود تانجانت چی میشه؟ 1 به اضافه تانجانت 2. حالا کافی جای x همون 3 پی 4 رو بزنیم. اگه 3 پی 4 بزنیم این پایین که میشه 3 پی 2 سینوس 3 پی 2 منفی که تو منفی 2 ضرب میشه، میشه منفی 2 در منفی. بالا تانجانت 3 پی 4 منفی به توان 2 میشه 1، پس این تو 1 به اضافه 1 داریم، خود تانجانت هم منفی 1. اگر سادهش کنیم جواب میشه منفی 2. پس ببینید فقط یه مشتق گیری از صورت و مخرج، همین. سوال بعدی رو ببین، گفته دروازه 1 دوم تا 3 دوم همواره اف ایکس بین سینوس پی ایکس روی 1 من ایکس و جی ایکس و لیمیت x به سمت 1 سینوس پی x روی 1 منهای x منهای جی x شده 0، حاصل لیمیت f x x به سمت 1 کدام است؟ دقت کنید بچه ها، من به محض اینکه این عبارت رو میبینم یاد قضیه فشردگی میفتم که تو فیلم حد چپ و راست بهت گفتم.
تو قضیه فشردگی بهت گفتم اگه حد چپی و راستی یکی باشه، حد وسطی همونه. تو اینجا هم میگه آقا حد چپیه رو من میتونم حساب کنم، اما حد سمت راستیه نمیشه جی ایکس هم به من نداده. میگم یکم فکر کن راجب جی ایکس یه اطلاعاتی این بالا داده. چی گفته؟ گفته سینوس پی ایکس روی که من ایکس منهای جی ایکس شده صفر. اول لیمیت داده میگفتم میره میچسبه به تابا، اول لیمیت بره بچسبه بهشون. حالا لطف کن اینو بیار این طرف، یعنی لیمیت سینوس پی ایکس روی که من ایکس با لیمیت جی ایکس برابره. این اتفاق نشون میده که الان حد این سمت چپی و حد سمت راستی با هم چی اند؟ برابر. نگاه کن الان ما اگه لیمیت اف ایکس رو میخوایم باید حد این دوتا رو حساب کنیم. من از این بالا این نتیجه رو گرفتم که حد سمت چپی و سمت راستی با هم برابرن. پس اگر حد وسطی رو بخوام به دست بیارم میتونم فقط این یکی رو به دست بیارم. یعنی چی؟ یعنی لیمیت اف ایکس ایکس به سمت یک با لیمیت سینوس پی ایکس روی که من ایکس ایکس به سمت یک با هم چی هن؟ برابرن. یک رو که بذاریم صفر صفرمه. وقتی که صفر صفرم میشه تنها چیزی که بلدیم چیه؟ هوپیتال. هوپیتال یعنی مشتق صورت به مشتق مخرج. میام مشتق صورت و مخرج رو میگیرم، پی کوسینوس پی رو منفی یک، و اگر ایکس رو یک بذاریم میشه پی ضرب در منفی یک رو منفی یک، و جواب نهایی برابر با پی به دست میاد. پس دقت کنید بچه ها، این نامساوی ستاییه رو که دیدم یاد فشردگی افتادم. از اون رابطه بالا نتیجه گرفتم که حد سمت چپی ها و سمت راستی با هم برابره. پس من اگر حد وسطی رو بخوام میتونم همین حد سمت چپی رو حساب کنم. حد سمت چپی رو حساب کردیم و جواب به دست اومد برابر با پی. سوال بعد، حالا یه قدر مطلق هم داریم. گفته حاصل لیمیت ایکس به سمت یک بیشتر تانجانت پی ایکس رو قدر مطلق ایکس دو منهای کدام است؟ ببین یه چیز بهت بگم، قبلا هم گفتم تا وقتی قدر مطلق براکت تو صورت سوالت داری هیچ کاری نمیتونی بکنی. پس اول تشخیص بدیم این داخل مثبت یا منفی. بچه ها یک بیشتره، وقتی به توان دو برسه حتما بازم از یک بیشتر میشه. یک بیشتر منهای یک باری که الله مثبته. پس خودشو بنویسم یا قرینه‌شو؟ خودشو می‌نویسم. حالا من وقتی یک رو بذارم این صفر صفرم میشه. صفر صفرمه. تنها راهی که بلدیم هوپیتال، مشتق مخرج تابلوه، دو ایکس مشتق صورت، تانجانت چی میشد؟ یک بذار تانجانت دو. فقط حواست باشه این پی ایکس هم باید مشتقشو بگیری، یعنی میشه یک بذار تانجانت دو پی ایکس ضرب در پی تقسیم بر دو ایکس. یک رو بذار تانجانت بی که صفره، بالا فقط پی میمونه، پایینم دو، یعنی جواب چی میشه؟ پی دو. سوال بعدی اومد، حالا دو تا رادیکال تو هم دیگه گذاشته. اینجا مشتقگیریشو بیشتر توضیح میدم، فقط خوب گوش بده. گفته حد عبارت رادیکال ایکس منهای دو تقسیم بر رادیکال هفته بذار رادیکال ایکس منهای سه وقتی که ایکس به سمت چار کدام است؟ من میام اول از همه جایگذاری میکنم، خب صفر صفرمه. حالا که صفر صفرمه هوپیتال بلدم. گفتیم مشتق رادیکال به فرجه زوج میشه یک روی دو برابرش، بعد مشتق اون زیرش رو توش ضرب میکنیم. یعنی نگاه کن اینجا رو، هوپیتال لیمیت ایکس به سمت چهاره، بریم سراغ مشتق گیری ها. مشتق صورت یه رادیکال ایکس داریم میشه یک روی دو رادیکال ایکس، اما اون دو هم که هیچ عدد. اما توی مخرج نگاه کن یه رادیکال دارم زیرش یه رادیکال دیگه است. وقتی اون رادیکال رو میبینم اول اصلا میگم تایری به من گفته بود که وقتی رادیکال با فرجه دو میبینی مشتقش میشه یک رو دو برابرش، اینو نوشتم. بعد یادت میاد که من به تو گفته بودم بعد از اینکه اینو نوشتی برو اون زیر مشتقش رو توش ضرب کن، هفت که هیچی. اما رادیکال ایکس مشتقش چی میشه؟ یک رو دو رادیکال ایکس، اینم توش ضرب کن. این منهای سم که اصلا کاری باهاش نداریم. حالا یک رو دو رادیکال ایکس ها میبینی با هم دیگه ساده میشه، کافیه به جای ایکس همون چهار بزن. رادیکال چهار میشه دو، دو هفت نه، رادیکال نه سه، سه دوتا شیش تا، یعنی میشه یک رو یک شیشم. سادهش کنی جواب چند در میاد؟ شیش. پس ما نهایت جایی که بخوایم گیر کنیم فقط توی این مشتق گیری هست. تمرین کن رو مشتق گیری. هوپیتال هست مشتق صورت به مشتق مخرج، همین.